حتما به فراموش شدگان میاندیشم. اعلانیه ها رو میدونم چیه، به طوری که میتونم از حفظ تکرارشون کنم. فرزند بیخوابی های ما، رنج ها ما و نبرد ها ما تقسیم میشدن به تعداد بیشماری از خودم تا بتونم در آن واحد در همه جا حاضر باشم. این زمین ها مال ماست، دریاچه و جنگل مال ماست. بعد از انقلاب اغلب کارگردانی کردم، اغلبشون رو دوست دارم، ولی مثلا گوریل پشمالو رو خیلی دوست دارم، چون خیلی کار سختی بود و پر پرسوناژ و ریتم توفنده. ایتون یه آدم، یه کارگر کشتی هستش که تحقیر میشه به وسیله دختر صاحب کشتی و سرمایه دارا و فلان، این تو آتیشخونه با همکارش کار میکنه و این میزنه بیرون و پناه میبره به باغ وحش و اونجا تبدیل میشه به یه گوریل. خود قصه یه چیز عجیب غریب، یوجین اونیل. بله، اینو خیلی دوستش دارم. من آرته رویی رو اجرا کردم، اینو خیلی دوستش دارم. ساحر سوزان، همچنین مال آرتور میلر. کی آوازی کردم؟ تو ساحر سوزان خودم بودم و اغلب بچه ها دانشجوان بودن، چون حرفه یا نمیتونستن وقت بذارن. مثلا از کسایی که الان حرفه ای شدن فرهاد جم بود، الهام پاوه نجات بود، مثلا امیر آتشانی، نصرالله رادش، یا بعدا وارد کارهای خنده و اینا شدن. و یه سری بودن، الان خیلی نزدیک 50 تا بازیگر داشت. سنگلج بود سال 70، دشمن مردم سال 85 بود، تئاتر 60 سالن اصلی که هم بازی میکردم هم کارگردانش بودم. اونم خیلی موفق بود، کار خیلی موفق بود و استقبال شد ازش. تو کار ایبسن به خصوص دشمن مردمش، این یعنی قصه یک پزشک شهر که متوجه میشه آب این شهر مسمومه و تلاش میکنه که یه کاری بکنه، به مردم اطلاع رسانی بکنه که این آب رو نخورن، خودشون میمیرن، بچه هاشون مریض به دنیا میان. فاجعه رو عنوان میکنه. برادر این پزشک شهردار این شهره و اون نمیذاره، هی جلوشو میگیره، بدون اطلاع شهردار و فلان میره یه جا که مردم رو جمع کنه، حرفاشو بزنه. یه عده میان با سنگ و اینا میزنه، خفش میکنن و این حرفا، و حقیقت گفته نمیشه، اون آب همجوری به خورد مردم داده میشه. بسیار خوب، حالا وقتشه که به شما و مردم شهر خبر تازه. متاسفانه ثابت شد که در آبهای شهر ما میکروب‌های گوناگونی هستند که موجود زنده را نابود میکنند. آقای دکتر، حالا باید چی کار کرد؟ باید برای رفع آلودگی آب و مجاری آب و مخزن آب راه حلی پیدا کرد. خب، راه حلی وجود داره؟ بگو ببینم. تو به این چیزی که میگی کاملا اطمینان داری؟ بله، اطلاعات من از منابع کاملا مبسطه. خدا رو شکر. بیا نه، بیا. خطور بهتری پس در کشتی خارج بشید. نه، آقای هم بیش از این که این دشمن مردم در رو خواهی شد
مرغ دریایی آنتون چخوف بود، سه خواهر چخوف و ایوانوف چخوف. تمام کارهای بلند آنتون چخوف رو بردم رو صحنه، پنجتان، هر پنجتان رو کار کردم، که این یکی که با قالبلوه برای بار دوم کار میشه، چون بار اولش ناکام موندش به وسیله موشک باران. توی نوشته های چخوف چه ویژگی داره که شما رو خود به خودش جذب میکنه، در حال که خب صدای روس دیگه هم داریم؟ بله، بله، چخوف قصه تعریف نمیکنه و بعد آدمایی رو که نوشته غیر قابل پیش بینی ان، همونجوری خود آدم غیر قابل پیش بینیه، نه تو رفتارا، توی گفتار. یعنی ما همین امروز که نشستیم با هم نمیدونستیم، میدونستیم راجع به چی میخوایم صحبت کنیم ولی نمیدونستیم چی میگیم. چخوف اینجوریه، یعنی و اتفاقا همهشون یه باقیه، صاحبان اون باغ، یعنی دوره فئودالیسم داره تموم میشه، تبدیل میشه به سرمایه داری و بورژوازی و خورده بورژوازی، یعنی انقلاب صنعتی فلان، و طبیعت رو منها میکنن. یعنی چخوف یکی از مدافعین باز محیط زیسته تو همه آثارش، و توی همین پنج تا باغ هست که این واقعا یه صاحب داری که مادر خانواده است، بعد یه دایی هست برادر، این تو همش تکرار میشه، دایی هم تو همش هستش که دایی منفعله، به عنوان یه روزی پسر خانواده بوده، ازدواج نکردن هیچ کدوم، این اوبلوموف، هیچ کدوم این دایی ها ازدواج نکردن، منفعلن در مقابل رفتار خواهر بزرگتر و هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. همه قصه ها شبیه همه، منتها اینو با واژگان مختلف تعریف میکنه این پنج تا قصه رو، ولی سرنوشتی رو روشن نمیکنه. سرنوشت محتوم همه این قصه ها این است که این باغ خراب خواهد شد و درختان قطع خواهند شد. چخوف مطلقا نسخه نمیپیچه. البته این خاصیت داره که کارهای چخوف این که یه نفر میتونه اینو به صورت خیلی مبتذل اجرا کنه و دست به ترکیبش هم نزنه، نوع اجرا همه کارا دارن، ولی چخوف شدیدن این استعداد
کارش هست، ولی چون تفکر انسانی پشتشه فقط راجع به انسان و لحظات انسانی حرف میزنه، نه راجع به مسائل سیاسی مطلقا حرف میزنه. اگر من میگم که داره این دوره تموم میشه، تو همه کارش هست که فئودالیسم داره تقش در میاد، هنوز خود چخوف تو دوران فئودال داره زندگی میکنه دیگه، هنوز اتفاق بلشویک ها اینا نیفتاده. 1917 است ولی 1904 چخوف فوت میکنه، در جوونی هم میمیره، یعنی خودش تو اون دوره داره زندگی میکنه، ولی چیزهایی رو که میبینه فقط انسان، خود انسان رو آنالیز میکنه تو شرایط مختلف. یه نوع این رسالت داره که انسان رو به خودش بدون تقلب بشناسونه، نمیخواد بهش آویزان کنه یه سری چیزها رو که تو مثلا خیلی گنده ای، تو خیلی چیزی، یا تو خائنی، اصلا از این حرفا نداره. قهرمان چخوف خیلی ساده تر از این حرفا نوشته شدن و همه محتاج یه لقمه نونن، با وجودی که پول دارن، چون همه دارن سقوط میکنن، هیچی ندارن و همون دوره فئودالی رو داره چیز میکنه، ولی تأکیدش رو مسائل فئودالیسم نیست، بلکه تأکیدش باز شناخت انسانه. و اگر مثلا الان خیلی هم کار چخوف نمیشه و میگم مثلا 5 تا کار بزرگ داره که من 5 تاشو کار کردم، چون به عنوان یه نویسنده خیلی دوستش دارم. من دارم خوشبختی رو میبینم، اونها من خودم شبیه شرمنده هستم، دل کاش زمین دهن باز میکرد و منو میبرمی. کجاست؟ پس این شمایی من کجاست؟ کنم شبیه کاری بکنم، اینقدر بست بودم دیرانه باشه، اینقدر بست بودم دیرانه باشه که همه حالشون به هم بخورم. خیلی خوب، برو به کارت برسیم، کسی جلو تو نگرد. پرشور میخوام. عشق نیست که تو رو به هیجان آورده، بلکه سرسختی تو در درست کاریه. تو چنان به چشم من آمدی که پرنده پرکشی افتاد. من پزشکم، به عنوان یک پزشک ازت میخوام جور دیگه رفتار کنی. رفتار تو داره نفس رو بنارو میکشه. من 3 تا کار تو سنگلج بردم رو صحنه، 2 تاش خارجی بود، البته مرواریدم که ایرانی بود، و همش فرهنگ و سنت ایرانی توش هست رسما، و مثلا همون یا یه مقدار شرب خونی داره، یه مقدار قائناتی خونی داره، به دلیل یکی از پرسوناژا که میاد، یعنی اینها توش هست، نوعی زار توش هست، همه این آداب و سنن یه جوری توی نمایش مروارید خودشون نشون داده و کار خیلی موفقی هم بود موقع اجراش سال 61. آها، یکی دیگه هم بود 66، ارزش آرتور میلر بود، 70 هم سایر سوزان آرتور میلر. تدریس هم کردین نیست؟ بله. چیکار کردین تدریس؟ همین تو دانشگاه تئاتر رو، بازیگری و کارگردانی رو الان هم دارین؟ الان هم تدریس میکنی؟ نه، چون دوست نداشتم دیگه، اونجا ادامه هم دادم چند سال به خاطر اینکه دوستان اصرار داشتن، به من خجالت میکشیدم بگم نه، از یه جایی گفتم دیگه نمیکنم دیگه. سال 79 دیگه درس ندادم. اصلا تو رو نمیشناسم. گمشو!
پدر خوابی؟ نه تو یون خوابه قضا خوری؟ نه آنی میکنم که هیچ وقت برخوش نکنم نخوشی کردگی نه او من رو که برفت رو کنم و درستو نوچکایی من شب تا صبح گهگه میکرد خواستم میخور نمیخوابی همین نازی بود، بیس بار گریه کن زدیدی اونا هم بقرار نده بخشتی رو عزیز خواهش میکنم دیگه این حرفان رو بذار کنم باید خریده من رو خودم میکنم و هر مشقتی رو که سرده نشونست رو میکنم بیا تمام رو و باید به خاطر دیگران کار کنم چه حالا و چه زمانی بدون لحظه ای آرامش دایوانی آخرین کاریه که اجرا کردیم سال 92 بود سه سال پیش که خودم هم نقش دایوانی رو بازی میکردم اونم مثل همه دایی‌های چخوف ازدواج نکرده قرقروه کاری نداره چهار تا کتاب خونده این خیلی ها که میشناسیم همین جوری هم دیگه کاری انجام نمیده و از شاهد اضمحلال خودش به خانوادش آخ شما شده که برای مدت طولانی تئاتر کار نکنید دیگه قاعدتا اینجوری بوده دیگه بله مثلا همین آخرین کارم 92 بوده الان 95 شده تمام شد سه سال کاش الان روی باقالبالو داریم کار میکنیم درست بله دو سه سال بود کار تئاتر نکرده بودم هیچ کاری نکرده بودم ذره دل سرد شده بودم فلان بعد میدیدم دل سردیم مال اینه که تئاتر کار نمیکنمه اعتماد به نفسم از دست داده بودم رسما اعتماد به نفس نداشتم تا چند ماه پیش چون من دیدم خب یه چیزی بغل دست من یه عمر حرکت کرده به اسم حرفه من همزاد من با من راه رفته من این همزاد رو گفتم برو اونور من داغون میشم اومدم سراغ این کار خیلی هم سخت شروع شد من اسفند پارسال اقدام کردم و بعد که مثلا شهریور اجرا کنم الان قراره بهمن و اسفند اجراش کنم البته مرکز هنرهای نمایشی و مسئول هنرهای نمایشی آقای شفیعی خیلی همراهی کرده با من یعنی واقعا همراهی کرده اون نبود نمیشد یعنی من میرفتم جلو انگار یکی میزد به قدم پام می افتادم اصلا توان ادامه رو نداشتم ولی به هر حال الان شروع کردم دو مرتبه احساس گردن کلفتی میکنم وای میستم دادم هم میزنم سر این سر اون یه جوری شده بود که دیگه مثلا من که بازیگرم چطوری بهش بگم که نباید این کارو بکنی یعنی اینو از دست داده بودن الان نه دو مرتبه الان دارم قشنگ خودم رو پیدا کردم تو چرا منو بیدار نکردی؟ خب من تصور میگیرم شما لفتی آه گوش کنی دارم میاد کوچیک کوچولو گریه نکن برو روز عروسی دماغت خوب میشه خوشحالی برگشتیم خونه من هنوز احساس عجیبی دارم امشب بخیر دایی جان عزیزم تو چقدر شبیه مادرت شد شما باید دیوانه باشی من همین پرسای شما رو خوردم بله دیدم عزیزم کوچولوی من غرق شد چرا عزیزم ولی ما توی حیات بودیم و پدرم داشت چیزی می نوشید انگارم این دیروز مادم لو پخینا مادم لو پخینا آقای بیزده من چی رو خریدم که پدر و پدر بزرگم توی اون برده بودن و حتی اونا رو آشپز اونم را نمی دادن داری گریه می کنی ماما
مامان خوب و عزیز و شیرین. چه میشستم و رفتن پدر رو به کلیسا تماشا میکرد. همه چیز رو برداشتی؟ بله. من از طریق تئاتر پیدا کردن و شناخت خود زندگی رو هدف قرار دادم.